خب حالا نور پردازی، نور رو من پیشنهاد میکنم که نور جنوبی ندیم، یعنی نور جنوب کار رو مثلا فرض کنیم این ور باشه. حالا بخاطر اینکه من این نورها بیاد خیلی قشنگتره تا اینکه یه نور اینجوری بیاد و اونها کچکش بزنه تو اتاق، بازم قابل تغییره. یعنی یه ویرسان میسازیم، اگه سوال پرسید دیس رو میزنیم، این سوال چیه؟ میگه اسکای رو به ویری به انوایرمنت بدم، میگیم آره ویری اسکای. خب میره تقریبا نزابی 45 در میریم و فعلا اینجا میزنیم، بعد اگه چیز شد میزنیم این ور. خب بریم توی خونه یه دوربین بکاریم. دوربین چجوریه؟ ویری فیزیکال کامرا میسازیم، کنترل سی میزنیم که بیاد تو چشم ما، یه بار کلید سی رو میزنیم که اینجا بنویسه ویری فیزیکال کامرا، یعنی من تو دوربین هستم. خب بذار بیام عقب. خب الان دیگه باید چیکار کنیم؟ باید لنز رو واید کنیم، مثلا لنز 40 نیست بکنیم 28. خب تنظیمات گلوبال الیمیشن رو اعمال بکنیم، یه تنظیمات اسکیسی ساده بهش بدیم، مثلا ویری لو اینو بدیم 15، بعد میزه لایت کش هم بزنیم مثلا 300. چی کار رو میزنیم اینجا عدد 16 میزنیم، چون هر دو نفرتون رمتون 16 گیگه، اینجا 16 بذارید یا 13 و نیم بذارید بهتر باشه. 13500 80% مقدار رم. این تیکش رو برمیداریم میزنیم مثلا 500 اوم. و اینکه کالر مپینگ رو فعلا کار نداریم باش، بعدا باید چیز آها مکس 2014 یه امکان جدیدی آورده، ظاهر کرده جدیدن که شما این کالر مپینگ رو دیگه گاما میرفتیم اینجا گاما تنظیم میکنیم 2 و 2 این چیزا بود، اینجا دیگه این گزینه عددا رو برداشت از 2014. شما تو کالر مپینگ این گاما که 2 و 2 اینو بذارید رو اولین گزینه، که یعنی کالر مپینگ اند گاما با هم دیگه ترکیب میشن، خیلی قشنگ میشه. فریم بافر که روشنه، تمام یک رندر بگیریم ببینیم نتیجه چی میشه. البته الان شدت نور بیرون خیلی زیاده واسه همین نور خیلی، البته نه شدت نور تعدیل شده. میدونید چرا؟ شدت نور بیرون خیلی زیاد بود ولی چون دوربین ویری گذاشتیم تیک اکسپوزش رو بر نداشتیم الان سیاه شده. ما اینجا کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که به اصطلاح خود دوربین ویری تیک اکسپوزش رو مثلا برداریم. حالا یک از کارهایی که میتونیم انجام بدیم دوربین ویری تیک اکسپوز رو برمیداریم، اندازه براکت رندر گیرنده هم 32 بذارید کوچولو باشه بهتره، سایز خود رندر هم دیگه 800 600، سیستماتون قویه دیگه با 640 دیگه کار نکنه، حتی بزرگتر هم گرفتید اشکال نداره. خب یه رندر بگیریم، البته الان عرض کردم شدت نور خیلی بیداد میکنه. خب من رندر کنسل میکنم چون میشه هدف این بود که این کف رو یک مدیریت روش داشته باشیم. خب ببینید بریم رو یه مدیریت رو بحث کف کار داشته باشیم. توی فریم بافر مثلا بگیم اینقدر انتخاب کن برای ما. ببین کف کارتون رو شما اولی رفلکسی بهش بدید، یه رفلکس خیلی ساده، یه رندری بگیریم ازش مثلا یه تیکه ببینیم چی میشه. خب ببینید رفلکس کار خیلی زیاد شد، هیچ وقت رفلکس کار من اینکه بود مثلا یه پارچه خیس روش کشیده باشم، بخوایم گلاسینس بدیم چیکار بکنیم؟ بهش مثلا گلاسینس بدیم 7 دهم یا مثلا 85. دوباره البته ساب دیوایسش بالا بدیم که دیگه کیفیت کار پایینه. دوباره از هم یه تیکه رندر بگیریم، بعد بریم به بررسیش ببرزیم نقاط قوت ضعف این روش. ببینید الان شما یه کار رو با همین کیفیت ببندید هیچ کس نه تنها ایراد نمیگیرن، هنوز که هنوز از کلاس کار تمام تریدی کار قایم شر بهتره. نه فقط همین ساده هیچ کاری نکردید، فقط یه کف یه رفلکس دادید یه عدد گلاسینس. حالا من میگم شما چیکار بکنید که کارتون زنده تر و واقعی تر بشه. شما بیاید همین لایه گلاسینس بس برگردونم یک، یعنی همون شیشه آینه، خود آینه، این گزینه بالا رو کپی کنیم پایین. این گزینه بالا چی بود؟ خود تکسچر چوب ما. ما وقتی که خودش رو بهش بدیم باعث میشه جایی که روشن‌تره مثلا رفلکسش بیشتره، جایی که کمتره رفلکس کمتره. هیچ کاری نکردم اما
فقط دوباره از همین صحنه من البته یه ذره بازار بیشتر کنم، چون مقصد که این سفیدی ها خودشو خیلی خوب نشون میده این بحث متریال سازی. ببین چه اتفاقی میفته؟ از جنس خودش شد و شما طرح خود چوب رو الان دارید رو زمین میبینید. چرا؟ چون رفلکس ها بازی شد، یعنی یه جایی کمتر یه جایی بیشتر. نور بیرون یه ذره بیان کم بکنید، نور بیرون خیلی شدید شده، کار رو کلا نابود کرده. میتونیم کالر مپینگ رو رو حالت رینهارد بذاریم، بعد برن ولیوش مثلا بذاریم 14 هم، این دو تیک هم بذاریم ساب پیکسل و کلمپ آوت رو یک مقداری شاید این شدت بیرون تعدیل بشه. و اینکه خود دیگه یعنی دیگه نور بیرون خیلی زیاده، نور بیرون رو ما ویره سانمون انتخاب بکنیم، مثلا شدتش رو بکنیم 14، فکر میکنم یه خورده بهتر بشه. آره یه خورده بهتر شد، حالا اونجایی که فعلا تو رندر نیست. خب ببینید الان چه اتفاق افتاد؟ به آینه ها کف رفلکس ساده است، ولی چون رفلکس متریال دادیم بافت خود چوب رو میبینیم. بذار مثلا بیا مپش رو یه لحظه خاموش کنم واقعتا، اصلا یعنی انگار تکسچر دیفیوز نداره، رنگش هم مشکی مشکی بدیم، چون مشکی مشکی باشه رفلکس ها رو به حد اعلا نشون میده. چون الان رسالت ما بازی با رفلکس دیگه، ببین هیچ دیفیوزی نداره، رنگی اصلا نداره، یه رنگ سیاه سیاه فقط با یه لایه رفلکس. حالا شما الان میگید که این رفلکس قهوه‌ای شده، آخه رفلکس تو زمین فقط قهوه‌ای نیست که، رفلکس رنگ خودشه. مثلا اگه یه پارچه قرمز باشه پارچه قهوه‌ای دیده میشه، تو واقعیت نه، چه اتفاقی نیست. چرا اینجوری شد؟ چون لایه‌ای که ما به رفلکسمون دادیم این رنگیه. چجوری سیاه‌سفیدش کنم؟ ببین همین بیت مپو ببرین توی کالر کارکشن. سوال برسه میگه قبلی نگه دارم، میگی آره نگه دار، یعنی توی کالر کارکشن این مپ سمت سمت که انتخاب کردیم بود. اینو فقط بکن چی؟ مونوکروم سیاه‌سفید. حالا ببین چی میشه؟ دیگه رنگی نمیشه، میشه این اتفاقی تو واقعیت میفته. یعنی شما یه مپ سیاه داری به رنگ خود جسم، اگه کفت قرمزه رفلکت هم قرمزه، کفت سیاهه رفلکت هم سیاه. حالا میگید رفلکتش خیلی زیاده، من اینقدر رفلکت نمیخوام، میخوام بذار محدودتر بشه و اینکه رفلکت بیشتر خودش رو نشون بده. ببینید این رفلکتی که الان ما اینجا ساختیم خوب هست ولی خیلی سیاهه. بیایم سچوریشن رو کم کنیم، البته سچوریشن خیلی تاثیر نداره چون مونوکرومه. تو این گزینه ها مثلا این کنتراست رو بکنیم نیم، اینو بکنیم 150 200 500. ببین این کنتراستی که نیم کردم یعنی ببین تفاوت تاریک روشنیش بیشتر شد، مثلا بذاریم 6. خب حالا یک رندر بگیریم، یعنی تو خود سمپلش هم معلوم بود عاقبتش چی میشه. خب حالا ما تو خود کار ببینیم، ببین تضاد سفید سیاه که بیشتر شد میزان رفلکس این سیاه سفیدمون تضادش بیشتر خودشو نشون میده. الان خب الان میگید که دیگه خیلی رفلکت دیگه مثل آینه شد، چجوری کمش کنم؟ شما بیاد اینجا تیک فرسلر رو بزن، تیک فرسلر بزن، مثلا عددش هم بزن مثلا 2، مثلا 2.5، اینا خوبه. حالا میگید که این آینه است، من نمیخوام با عدد گلاسینس بدم، چی بدم؟ من یه تکسچر از اخیراً خودم پیداش کردم 2-3 روز پیش، مال ایور موشن آرچ اینتریور ولوم 29، یکی از جدیدترین ولومای دنیاست. اومده برای گلاسینس، واقعا هوشمندیشونو میرسونه. ببین کفش، ببین چی صاف چوبشو، چه رفلکس زیباییه، انگار جای کثیف یه جای تمیز. چیکار کرد این طرف؟ اومد مپی که به لایه گلاسینسش داد، این نفس الان بیارم براتون، اینم میتونه باشه به خاطر وود دیکت کثیفی چوب. اینم هم بود چون یک کف دیگه هم ما داشتیم تو ولوم 3 بینم خواهد شما رسید، چون اون وقت خودم تست گرفتم ازش خیلی زیبا شده بود. این تقریبا تمومه، یه اصلا مهم نیست این باشه، منظور تکچر سیاسفید یه چیزی که
ساختنش واقعا خیلی ساده است. اینو بردن تو فتوشاپ، چهار تا از این ماژیک و براش و اینا رو گرفتن، شاید یه بوتون رو گرفتن رنگش روشن کردن شدین. ساده ترین شکلی که آدم به ذهنش میرسه. ببین این کاری کردیم چی شد؟ الان اینجاها سیاه میشه، اینجاها سفید. حالا یه رندر میگیریم. ببینیم چی میشه؟ خیلی متفاوت تر میشه با اولین رندری که ما گرفته بودیم. میزان گلاسینسش. و دقت بکنید دیگه رنگش الان سیاه، یعنی من از اون تکسترمون روشن نیست خود دیفیوزش. خب این دیگه الان خیلی خیس شد، دیگه انگار زمین واقعا تازه شستن. چیکار بکنیم این حالتش از بین بره؟ اولا اندازه تکسترش رو باید مچ بکنیم. ببین اندازه تکسچر ما الان احتمالا از 3 متر در 3 متر هم 3 متر شاید خوب باشه. ببین من دو برابر بکنم کپی تکسچرش، این کار الان بهتر بشه. و اینکه شما بیاید مقدار من ببینم این لحظه، یه کاری که شما میتونید اینجا بکنید برای بهتر شدنش اینه که عدد گلاسینس رو توی پنل مپ کمتر کنید. مثلا این الان چیز میکنید 30%، یعنی 30% تکسچر باشه. و اینکه خود الان البته بکنم رفلکسش دوباره خیلی شدید بشه. آره تاثیر گلاسینسش خوب شد تقریبا، ولی خود میزان رفلکسش خیلی داغون شد. اینجا برای اینکه بالانس به وجود بیاد این عدد هم میتونیم دست بزنیم. این عدد دست بزنیم چرا تغییر میکنه؟ چون که ما اینجا یه متریال بشدیم. من روز اول متریال گفتم اگه ما یه متریال اینجا داشته باشیم، متریال همیشه میچربه به این، یعنی همیشه غلبه میکنه بر عدد. ولی چرا عدد ما تغییر بدیم؟ تاثیر داره. بعدم ما اینجا عدد یه ترازو بنش به وجود آوردیم. تو درس متریال ها داده بودم، اگه به فیلمش مراجعه کنید اونها توش هست. یعنی مثلا 30% عدد، 30% مثلا 70% تکسچر مثلا، یا برعکس 70% نودهم 30% عدد. و اینکه خود انعکاس هم میذاره کمتر بشه، مثلا بشه 1.6، مثلا 1.7، 1.8. فکر میکنم نتیجه خوب بشه. خب حالا بریم تکسچر خودش رو روشن کنیم. و اینکه بهش یه بامپ بدیم، بامپ میتونیم بامپ خودش هم بهش بدیم، متریال خودش. و اینکه یه RGB مولتیپلای بهش بدیم. توی RGB مولتیپلای این مپی که من بهش دادم، این مپ خودش یه تکسچر مخصوص بامپ هم داره برای خودش، 24.5 اینا که خطا و بندکشی هاشو نشون میده. من اینو که بدم بیام میزان رفلکس رو یه ذره دیگه کمتر کنم، مثلا 1.5 بذارم، یا اصلا چرا انقدر اینا رو دست میذارم، بیام 2.5 باشه. این کنتراستش خیلی بالا رفته. 25. خب ببینید بامپش خیلی زیاده، میزان رو بامپ رو کم بکنیم. ببینید کفش تقریبا خوب شده، یک کوچولو رفلکتش کمتر بشه بعدیش میدونی چیه؟ الان رفلکتش خوبه، چون بیرون خیلی سفیده اینجوری شده نسبت به نور اتاق، این رفلکت الان خوبه. حالا بریم سراغ پرده دیگه. برای اینه که پرده کلاسیکی نه نمیذارم، پرده کرکری میذارم. پرده کرکری تو آرچ مدل 60 فایل شماره اگه اشتباه نکنم 2 چجوری میاریم؟ ببینید ساده ترین رو درک کنید خیلی بهتره. باید اکسترکت بکنی، بعد مثلا یه هم میبینی 10 تا پروژه انجام دیدی، فولدر ایور موشن مثلا میشه 20 گیگ 50 گیگ. چرا؟ چون فایل اکسترکت میشه، هرچیش 10 برابر میشه هر فایل. من اینا رو خودم اکسترکت کردم، من خودم اینا رو خریدم، بقول همش چیز بود، همه باز شده بود. خودم اینا رو گرفتم دونه دونه کاتالوگ بندی کردم، فشرده کردم که بقول تو سیستم علیکی جای سیستمو نگیره، علیکی اشکالش نکنه. ببین پرده کرکری واقعا گوشش یک هنر میخواد. یعنی چی منظور از هنر چیه؟ یه اول اندازش درست کنید. خب تا اینجا که معلوم. چند تا پرده بذاریم؟ یه دونه بذاریم چه جالب در نمیاد. شما فرض کن ما 4 تا مثلا پنجره، حالا پنجره که بازشو نیست، ببینم چند تا جا میشه، 1 2 3، آره 3 تا پرده میتونیم جا کنیم اینجا، 1 2 3. خب حالا بیایم مثلا چیکار بکنیم؟
اینا رو انتخاب بکن. ببین بعد منهای مثلا خود اتاق، منهای اون بالاش، منهای طناب مناباش، طناباش انتخاب شد. یه ذره جابجا بکن ببین چی انتخاب شد. حالا فکر کنم بعضی طنابا انتخاب شد. یه کار ساده تر بکنیم، ببینیم آش مدل 60 کلا چیا داریم، ایزولیتش کنیم از دید روبرو. آها ببین، آها اینو ببینید، مثلا بگیم این یکی یه ذره جمع بشه بره بالا، چجوری جمع بکنیمش؟ اگه اینجوری جمعش بکنید مسخره میشه. با اسکیل شما میتونید فاصله هاشو کم کنید. چجوری فاصله ها رو کم کنیم؟ همه رو منهای بالایی دیلیت کنیم، بعد اینو میخوایم این 5 سانت فاصله‌اش به استانداردش، منهای 5 سانت میاد پایین. تعداد داره چند تا لفظ محور ایگرگ، منهای 5 سانت تعداد چند تا بود؟ حالا مثلا فکر می‌کنم 29 تا 30 تا اینا باشه. حالا تعداد چقدر کمتر میشه اشکال نداره، کی به کیه کس نمی‌فهمید. بخوام فاصله‌اشو کم کنیم. از این روبرو بغل بیاریم، یه خورده جمع‌تر هم شد، مثلا 1.5 سانت. اوه این به محور زد بشه، 1.5 سانت. ببین چقدر قشنگ شد. و اینکه حتما اینستنس باشه که فایلتون سنگین نشه. اینم بگیم مثلا این چوبایی که برای این هست، ببین خودشه. آره روتیت بکنید. خب اینجوری روتیت که نمیشه، اینو بیاد روی حالت این سبانی بذارید. ببین که هر کدوم تو محور خودشون، ببین اینجوری بکنید که نور بیشتری بیاد، یعنی مثلا بیشتر بیرون معلوم بشه. ببین متفاوت شد دیگه، یک دست نیست. آخر سر همه رو هم گروپ کنید، چون اینجا نیاز دارین که بعدا شاید بخواد تعقیب، اینجا دیگه گروپ بکنید. مثلا آرچ آم 62 اس بدید، این آرچ مدل 62. خب این از مثلا پردمون. سقف که دیگه پرده معمولا نمیذاره، البته اگه بذارن پردهای چیز میذارن، پارچه مانندی میذارن، پرده مخصوصیه که مثلا نور رو مهار کنه، که اگه خواستن نور رو بیارن، اگه نخواستن نور نیاد توی فضا. یه حالت ابزار